دکتر بابان داشتیم در مورد استرس میگفتیم. درسته. شما گفتین که استرس چیز بدی نیست، که فکر میکنم برای خیلی ها جالب بود. استرس گفتم دشمن ما نیست. ممکنه وقتی ما استرس داریم بده، چون اون عواقبش میتونه بیماری‌های مختلف ایجاد کنه، ولی خود استرس گفتم یک فعل انفعالاتیه که برای ما رخ میده که جون ما رو نجات بده. بله. که برگشت گفتیم تب و کلسترول. دقیقاً. که برگشت گفتم به زمان قارنشینی که استرس وقتی به ما حمله میکنه یه دستگاه‌هایمون در بدن آروم میشه، یه چیزای بیشتر میشه که گفتم عضله و غیره، که ما باید یا بتونیم در اون لحظه بجنگیم یا فرار کنیم. خب حالا تا اینجا، حالا از 1 میلیون سال برمیگردیم تو زمان حال. خب برگشتین؟ من هستم. اوکی. حالا امروز ما چی به ما استرس، به شما چی استرس میده مثلا؟ کم خوابی. خب ترافیک. ببینم من خیلی آدم استرسی نیستم به اون صورت. خب ولی به هر حال یه چیزایی که هستش که برای هر کس هست. از موقع آدم با همسرت شاید چیزایی داشته با دوست با درسته یا یه بحثی پیش میاد با رئیسش، با همکارش، یا مثلا با فرد خانواده، فقط یه استرس به ما دست میده. اون استرس که به ما دست میده یعنی چی؟ یعنی ما در ذهنمون، این دفعه دیگه حیوان درنده نیست که به ما حمله کنه به ما استرس دست میده، در ذهن ما یک فعل و انفعالاتی رخ میده که ما میگیم این موضوع بدیه و احساس خطر میکنیم راجبش. و بدن چون چند میلیون ساله که وقتی یاد گرفت که وقتی ما احساس خطر بکنیم تو اون حالت فایت اند فلایت بره و استرس بره، میره تو اون مود. بله. و وقتی که این هی ادامه پیدا بکنه، یه سری از دستگاه‌های بدن ما که در اون لحظه جنگ و جدال احتیاج بهش نداریم، مثل مثلا دستگاه گوارشمون یا مثلا دستگاه تناسلی یا دستگاه لنفاوی، قدرت لنفاوی و سیستم دفاعی بدنمون، بله، کلیه هامون یا غیر، اینا چیزایی که در اون لحظه جنگ ما هیچ‌وقت استفاده ندیم. بله. ولی مثلا وقتی ما می‌خوایم بجنگیم یا بدویم فرار کنیم و غیره، قلبمون، ریه‌مون، عضله هامون و غیره احتیاج به کمک داره. بله. پس اینا پرفعال میشن، اونا کم فعال میشن. و این یه عدم توازن به وجود میاد. توازن میدونی یعنی چی؟ بله. اوکی. عدم بالانس به وجود میاد. بله. توازن. و وقتی این هی ادامه پیدا بکنه، خب برای همینه که خیلی از بیماری ها از اون سرچشمه میگیره. بیماری های قلبی، بیماری های ریوی، بیماری های عضلانی و سیستم عصبی. خوبی نیستش که توی بدن بمونه. دقیقاً. بدن همیشه اینطوری حاضر و استرس باشه. دقیقاً. وقتی که هی مرتب مراجعه به چیزی استرس، اگه مثلا مثل دوران قارنشینی مثلا 2 هفته یک بار یه حالت استرس بود، به خصوص که بعدش هم وقتی که مثلا فرار میکردن تموم شد دیگه نمیرفتن حالا بشینن آی چی شد و غیره. بله بله. ولی این مکالماتی که ما در ذهنمون داریم، مکالمات من بهش میگم نشخوارهای ذهنی. که این یک نشخوار، حالا دیگه بخوام توضیح بدم برای چیه یه برنامه کامل طول میکشه، ولی همین که هی تکرار میشه یه چیزایی در ذهنمون، یه افکاری هی تکرار میشه که حالا اون چی گفت، حالا این چی گفت، حالا بیشترش هم راجبه یا گذشته است یا راجبه آینده. یعنی همش افکار ما که در ذهنمونه. بله. وقت ما رو از زمان حال میاره بیرون، یعنی نمیدونیم که مثلا خب هی میگیم مثلا آخ دیروز اینجوری شد اونجوری شد، احساس مثلا پشیمونی، احساس عصبانیت، احساس نفرت، کینه و غیره. و اگه راجع به آینده باشه همش میگیم وای حالا چی میشه فلان، ترس و وحشت و استراب و نگرانیه. پس ما باید چیکار بکنیم که بتونیم یه ذره از این حالت در بیایم؟ خب خیلی سوال قشنگیه. بهترین فارسی خوبی، فارسی تام خیلی روز به روز داره بهتر میشه. من مطمئنم بینندگان عزیزم دارن متوجه میشن ماشاءالله فارسی داره روز به روز بهتر میشه. ولی چجوری میشه؟ بعد گفتم وقتی که ما شناساییش کردیم و میبینیم که از کجا این سرچشمه میگیره، از کجا سرچشمه میگیره، از ذهن ما. بله. یعنی فعل و انفعالاتی که ذهن ماه. پس ما در ذهنمون یه چیزایی رو برچسب میزنیم. برچسب یعنی شناسایی میکنیم، آیدنتیفای میکنیم، یا مثلا میگیم این بده یا این خوبه. بله. یه همچین چیزی خوبه یا بد. و وقتی این کارو ما انجام میدیم، بر حسب اون یه تصمیمایی میگیریم. حالا بعد ببینیم این تصمیما و این قضاوت ها و غیره از کجا میاد، که از باورهای ما، که در برنامه بعد اگه خواستی یه مقدار این باورها و اینا رو بیشتر بشکافیمش. بله. که ببینیم چه جوری میشه که این باورها باعث میشه که ما استرسمون بیشتر بشه یا کمتر. بله. این اصلا خیلی موضوع مهمیه، لطفاً برگردین گوش بدیم به دکتر و ببینیم چی دیگه میخوایم ازش یاد بگیریم در مورد استرس. خواهش میکنم.